در سال 1918 بعد از 3 سال جنگ بیوقفه، هدف آلمان روشن بود. آزاد کردن نیروهای شرقی و فرستادن اونها به غرب، قبل از اینکه شریک جدید جنگ ایالات متحده بتونه جریان جنگ رو تغیییر بده. برای رسیدن به این هدف آلمان عملیات آلبیون رو برنامه ریزی کرد، عملیاتی برای حمله به جزایر بالتیک تحت اشغال روسیه. بعد از انقلاب روسیه در اوایل سال 1917 برای این کشور آشفتگی به وجود اومد. فرماندهی عالی رتبه آلمان بر این باور بود که تصرف این جزایر دفاع روسیه رو ضعیف میکنه و پای تخت در برابر حملات آسیب پذیر میشه، تا در نهایت کشور از هم میپاشه و مجبور به تسلیم میشن. چند ماه بعد با پایان یافتن جنگ جهانی اول، آلمان ها سرانجام حمله برنامه ریزی شده خودشون رو به جزایر بالتیک شروع کردن و با وجود اینکه قبلاً عملیات مشترکی بین نیروی دریایی و ارتش آلمان نبود، تا هماهنگی بین این دو ارگان به وجود بیاد، اونها تمام توان خودشون رو به کار گرفتن. به عامل ناشناخته خوش آمدید. در این ویدیو به عملیات آلبیون و حمله منحصر به فرد آلمان ها میپردازیم. دوران ناامیدی. در اوایل سپتامبر 1917، ارتش فرانسه و بریتانیا هنوز نتونسته بودن دفاع آلمان رو در جبهه غربی شکست بدن. جنگ جهانی اول 3 سال بود که ادامه داشت، اما موقعیت آلمان الان ضعیف‌تر از اون چیزی بود که به نظر می‌رسید. دیگه نیروی کافی برای حمله پیروزمندانه به جبهه دشمن نداشتند. در حالی که متحدان آلمان، امپراتوری عثمانی و اتریش مجارستان بعد از سالها جنگ منابعشون رو به اتمام بود، متحد جدید و قدرتمندی وارد جنگ شده بود، یعنی ایالات متحده. بر اساس محاسبات تخمینی، اگر ارتش آلمان ظرف 9 ماه به پیروزی قابل توجهی در غرب دست پیدا نمی کرد، ارتش آمریکا می تونست نتیجه جنگ رو عوض کنه. جنرال اریش لودندورف ادعا کرد که اگر روسیه از جنگ کنار گذاشته بشه، بیش از 1 میلیون سرباز آلمانی از منطقه شرقی آزاد میشن تا به جبهه غربی بپیوندن. پس باید هرچی سریعتر روسیه رو تصرف میکرد. 6 ماه قبل انقلابی در روسیه اتفاق افتاد که رژیم تزار نیکولاس و حکومتش سقوط کرده بودن. این انقلاب در تمام سطوح جامعه بود، از جمله نیروی دریایی و ارتش روسیه، که همشون تحولاتی رو تجربه کردن. با این وجود که روسیه روحیه‌ای براش نمونده بود و ضعیف شده بود، به جنگ ادامه داد و مقاومت‌های شدیدی در برابر آلمان نشون داد، تا اینکه در 8 سپتامبر 1917 فرمانده عالی رتبه آلمان دستور حمله به جزایر بالتیک که 3 جزیره کوچک در استونی امروزی هستند رو صادر کرد. اهداف. در آگوست 1915 روسیه با استفاده از موقعیت استراتژیک خلیج ریگا، ناوشکن‌ها و زیردریایی‌های خودش رو به یک تهدید برای دشمنان تبدیل کرده بود. به همین جهت بعد از انقلاب روسیه، آلمان چشم به جزایر بالتیک دوخت. طرح حمله آلمان 2 هدف عملیاتی داشت. اول، آلمان‌ها قصد داشتند جزایر بالتیک رو تصرف کنند تا خلیج ریگا رو ایمن کنند، چون موقعیت مکانی اونها این جزیره رو به یک موقعیت استراتژیک تبدیل کرده بود. ورودی خلیج ریگا در جنوب این جزایر بود که باعث می‌شد به یک نقطه استراتژیک مهم برای کمک به فتح اروپای شمال شرقی بکنه. پس با آسیب‌پذیر شدن ارتش روسیه بعد از انقلاب، آلمان امیدوار بود بتونه به حملاتش به روسیه ادامه بده، تا در این صورت روسیه برای صلح در جنگ خلیج ریگا و جزایر بالتیک رو به آلمان واگذار کنه، تا آلمان هم بتونه سربازانش رو از شرق آزاد کنه و به غرب هدایت کنه. اتحاد نیروها. از زمان ایجاد امپراتوری آلمان در سال 1871 تا زمان سقوطش در سال 1918، نیروهای مسلح آلمان در حملات زمینی قدرت داشتند. به همین خاطر نیروی زمینی با نیروی دریایی هیچ تجربه مشترکی نداشتند. پس یک حمله آبی خاکی برای یک عملیات مشخص و مهم براشون پیچیده بود. جنرال اسکار فون هوتیه، فرمانده ارتش 8 مسئول سازماندهی کل عملیات بود. از اونجایی که تجهیزات تخصصی برای انجام یک حمله آبی خاکی وجود نداشت، نیروهای آلمانی با قایق‌های یدک‌کش به ساحل سفر می‌کردند. فون هوتیر بین نیروهای ارتش و نیروی دریایی یک رابطه صمیمانه برقرار کرد تا همبستگی نیروها بیشتر بشه.
در همین حال افسران ستاد کل نیروها به جمع‌آوری اطلاعات مشغول بودند و افسر عملیات هم 2 هفته در بندر وقت گذروند تا با نیروهای خودی متحد بشه. کاهش خطرات. ارتش آلمان تشخیص داد که منبع قدرت ارتش روسیه جزیره اوسل در بالتیکه، چرا که ارتباط اصلی منطقه بالتیک با روسیه از طریق همین جزیره انجام می شد که با خطوط دریایی به روسیه متصل بود. پس هر کس جزیره اوسل رو تصرف می کرد می تونست کل منطقه رو هم کنترل کنه. با این حال نیروهای روسی در اوسل تنها نیروهایی بودن که می تونستن پا به پای آلمان ها حرکت کنن، چرا که هم نیروهای ارتش زیادی داشتن و هم به سرزمین اصلی و جزیره ماه خیلی نزدیک بودن. اما آلمان ها استراتژی هوشمندانه ای داشتن. یک طرح حمله جسورانه ریختن که حتی امروزه هم در تئوری های جنگ های دریایی به ارتش ها تدریس میشه. چیزی که آلمان در عملیات آلبیون پیاده سازی کرد. در این عملیات دولت آلمان از نیروی دریایی خواست دریا را به خوبی کنترل کنه تا یک پشتیبانی قوی برای عملیات آبی خاکی ارتش در خلیج تاگا و پامرورت در جزیره اوسل باشه. بعد با حداکثر سرعت نیروهای آلمانی فوراً به نقاط حساس جزیره حملات همزمانی رو انجام دادن. این حملات باعث شد نیروی دریایی که قبلاً کنترل دریا رو به دست گرفته بود برای حمایت از ارتش خودی شلیک‌های کمکی به جزیره بکنه و مسیر زمینی روس‌ها رو برای فرار ببنده. در نتیجه با برنامه ریزی یک حمله شدید خطر کشته شدن در جنگ رو کم کردن. منابع جنگی. در 12 اکتبر 1917 نیروی زمینی آلمان متشکل از 25 هزار سرباز حمله پیچیده‌شون رو به جزیره بالتیک شروع کردند که با حمله به سواحل خلیج تاگا در ساحل شمال غربی اوسل آغاز شد. علاوه بر سربازان، آلمان ها 5000 اسب، 1400 وسیله نقلیه، مسلسل، خمپاره و مهمات کافی برای 30 روز در اختیار داشتند. نیروی زمینی همچنین توسط یک نیروی دریایی بزرگ متشکل از یک رزمناو جنگی، چندین کشتی جنگی دردنات، رزمناوهای سبک، مینگزار، قایق‌های اژدر، یوبوت و یک کشتی حمل و نقل پشتیبانی می شدن. در کنار اینها یک نیروی عملیات دریایی پشتیبانی آتش برای ارتش انجام می داد و با هر گونه مداخله نیروی دریایی روسیه مقابله می کرد. نیروهای زمینی و دریایی توسط هواپیماهای دریایی که دائما ماموریت‌های شناسایی بمباران را انجام می‌دادند، پشتیبانی می‌شدند. روس‌ها اهمیت ژئوپلیتیک بالتیک را می‌دونستند. بنابراین از همون ابتدای جنگ، پادگان‌های ساحلی رو در اوسل مستقر کرده بودند. بیش از 20000 روس از 3 هنگ پیاده نظام در 3 جزیره اصلی مستقر بودند. خلیج تاگا توسط باتری روسی شماره 45 با مسلسل‌های نصب شده در مناطق حساس محافظت می‌شد. علاوه بر این، در همون اوایل جنگ بیش از 10000 مین در منطقه تنگه ایربن و جزیره ماه گذاشته شده بود. نیروی دریایی روسیه در خلیج ریگا پادگان پشتیبانی داشت و متشکل از چند ناو جنگی، 2 رزمناو، 1 رزمناو حفاظت شده، 21 ناو شکن و چند قایق توپدار و زیردریایی بودند. در مجموع عملیات آلبیون بزرگترین عملیات ترکیبی بود که آلمان‌ها در اون مقطع از جنگ انجام دادند. بدون مشکل. علی‌رغم امکانات دفاعی مناسب روسیه در بالتیک، روحیه ضعیف ارتش این کشور و اقدامات جسورانه و متمرکز نیروهای آلمانی مانع از هر گونه پیشروی روسیه شد. علاوه بر این، فرماندهان روسی هیچ ابتکاری برای مقابله با آلمان‌ها نداشتند. بعضی از نیروهای ساحلی روسیه به سمت آلمان‌ها شلیک نکردند، به این امید که بعد از تصرف جزیره آلمان‌ها اجازه میدن اونها زنده بمونن. به این ترتیب آلمان به راحتی در جزیره مستقر شد. تنها درگیری سخت آلمان با آب و هوای اون منطقه بود که هوای خشن و بارانی گلولای زیادی ایجاد کرد که برای حرکت آلمان‌ها سخت بود، چرا که نیروهای آلمانی با 2 چرخه به سمت نیروهای پیاده نظام روسیه می شتافتند. در حالی که نیروهای دریایی روسیه و حتی چندین زیردریایی نیروی دریایی سلطنتی تلاش کردند در نبرد بالتیک مداخله کنند، تلاش‌ها ناموفق بود و منجر به غرق شدن کشتی‌هاشون شد. از اون طرف آلمان‌ها هیچ کشتی مهمی رو در جریان این عملیات از دست ندادند. صلح. در 16 اکتبر بزرگترین جزیره و هدف اصلی عملیات
یعنی اوسل در دست آلمان بود. چند روز بعد آلمان‌ها جزایر ماه و داگو رو اشغال کردند و بیش از 20 هزار روس رو همراه با مسلسل، توپخونه و سایر تجهیزات به اسارت گرفتند. در همین حال ارتش روسیه جزیره موهو رو در 20 اکتبر تخلیه کرد. علی‌رغم اینکه آلمان‌ها هیچ وقت چنین عملیات آبی خاکی بزرگ و مشترکی رو انجام نداده بودند، اما عملیات آلبیون بسیار موفقیت‌آمیز بود و غنایم جنگی زیادی براشون داشت. تهاجم به جزایر بالتیک یکی از آخرین ضربه‌ها به روحیه و اعتماد ارتش روسیه بود و اگرچه مذاکرات با روس‌ها در اوایل سال 1918 ادامه یافت، اما واضح بود که اونها می‌خواستن از جنگ عقب بکشن. در کمتر از 6 هفته بعد از عملیات، روس‌ها تقاضای صلح کردند. بلافاصله بعد از اون، آلمان‌ها 1,000,000 سرباز رو به جبهه غربی منتقل کردند و در 21 مارس حمله علیه نیروهای متحد آمریکا در اون منطقه شروع شد. با اینکه شروع قوی داشتن، اما نیروهای آلمانی به دلیل مسائل لوجستیکی چندان کاری از پیش نبردند و جنگ بی‌نتیجه بود. عملیات آلبیون. عملیات آلبیون آلمان‌ها در مدت زمان کمی بیش از 1 ماه توسط خدمه کم تجربه در عملیات آبی خاکی برنامه ریزی و اجرا شد. این پیروزی که در نهایت باعث خروج روسیه از جنگ شد، نشون داد که حتی اگر عملیاتی کاملا جدید شروع بشه ولی برنامه ریزی و هماهنگی عالی داشته باشه، میتونه منجر به موفقیت بشه. عملیات آلبیون یک ارتباط جزئی در جنگ جهانی دوم هم داشت. در طول تهاجم به بالتیک، سوتوان ارنست لیندمان به عنوان افسر بیسیم در کشتی جنگی اس‌ام‌اس بایرن خدمت می‌کرد. لیندمان بعداً ناخدای ناو جنگی نازی‌ها به نام بیسمارک شد. همچنین شوروی هم که در جنگ جهانی دوم به ثبات رسیده بود، عملیاتی مشابه آلبیون رو در سال 1944 راه اندازی کرد که به عملیات مونساند معروف بود. در طی عملیات مونساند، ارتش سرخ موفق شد کنترل جزایر رو به دست بگیره و لشکر 23 پیاده نظام آلمان رو از اونجا خارج کنه و در نتیجه اون حمله بزرگ، پیروزی شیرینی برای شوروی اتفاق افتاد. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.